سرخط خبرها. بازار ولسوالی اچین ننگرهار از سوی طالبان آتش زده شد. استولتنبرگ: وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان چالش برانگیز است. امریکا به تامین امنیت میدان هوایی کابل ادامه می دهد. و همچنان در پایان، لطفاً برای فواد امان دعا کنید. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. مقام های ننگرهار می گویند که طالبان بازارهای ولسوالی اچین را با آتش کشیدند. با گزارش اسپوتنیک، عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار می گوید که طالبان بازارهای ولسوالی اچین ولایت ننگرهار را با آتش کشیدند. سخنگوی ولی ننگرهار گفت که طالبان در جریان هفته گذشته اموال دکانداران را در دره پیشی ولسوالی اچین چور کردند و بازارها را آتش زدند. آقای خوگیانی گفت که با آتش زدن این بازارها از سوی طالبان مردم با مشکلات جدی روبرو شدند. او افزود که خسارات هنگفت مالی به باشندگان محل از آتش سوزی این بازارها وارد شدند. عطاالله خوگیانی میگوید که ولی ننگرهار این عمل طالبان را خلاف اصول اسلامی خوانده و از نیروهای امنیتی به دلیل پاکسازی بازار ولسوالی از وجود طالبان قدردانی کردند. گروه طالبان تا کنون درباره این ادعای سخنگوی ولی ننگرهار چیزی نگفته است. اچین از ولایت‌های ناامن ننگرهار است که جنگجویان طالبان در نقاط مختلف آن فعالیت گسترده ای دارند. این ولسوالی همچنین یکی از نخستین پایگاه‌های شاخه خراسان داعش محسوب می‌شد. بار امریکا با بهانه مبارزه با داعش بزرگترین بمب غیر اتمی خود موسوم به مادر تمام بمب‌ها را در این ولسوالی آزمایش کرد. با این حال اچین همچنان یکی از مهمترین پایگاه‌های داعش باقی ماند. استولتنبرگ: وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان چالش برانگیز است. دبیرکل ناتو میگوید با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای افغان باید مسئولیت کامل آیندهشان را خودشان بر عهده گیرند. با گزارش اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اخیراً در یک نشست خبری پیش از آغاز نشست وزیران دفاع و خارجه کشورهای ناتو گفت که اوضاع امنیت افغانستان بسیار دشوار و چالش برانگیز است. او افزود که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای افغان باید مسئولیت کامل آیندهشان را خودشان بر عهده گیرند. استولتنبرگ در نشست خبری افزود که تصمیم خروج ناتو خطرات را به همراه خواهد داشت، اما همچنین برای ماندن ما برای خود خطرات بیشتر را با نبردهای بیشتر، جنگهای بیشتر، تلفات بیشتر و حتی افزایش نیروها به میان می آوردیم. او افزود بنابراین ما تصمیم گرفتیم که ماموریت خود را در افغانستان تا چند هفته به پایان برسانیم. من فکر می کنم که ما باید درک کنیم که هدف این نبود که برای همیشه در افغانستان بمانیم. او تاکید کرد که پیش از این نیز شمار نیروهای خارجی از 100,000 به 10,000 تن کاهش یافت. او در ادامه می گوید اما با پایان دادن به ماموریت نظامی خود در حال افزایش پیشتیبانی خود از افغانستان به روش های دیگر هستیم. نخست از همه ما حضور غیر نظامی خود را در افغانستان حفظ میکنیم تا به نهادهای امنیتی افغانستان مشورت و ظرفیت سازی دهیم. او بار دیگر تاکید کرد که ناتو بودجه نیروهای افغان را تامین خواهد کرد و اطمینان حاصل خواهد کرد که ما مقدار قابل توجه پول به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص میدهیم. امریکا به تامین امنیت میدان هوایی کابل ادامه میدهد. شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل میگوید که کشورش به همکاری برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل ادامه میدهد. با گزارش اسپوتنیک، محمد نیفتمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با آقای رس ویلسن شارژ دافیر سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ملاقات کرد. آقای ادمر ضمن قدردانی از همکاری های ایالات متحده امریکا با افغانستان طی دو دهه اخیر پیرامون آخرین انکشافات در روند صلح افغانستان صحبت نمود. آقای ویلسن ضمن صحبت روی تلاش های کشورش در خصوص تامین صلح و ثبات پایدار در کشور پیرامون پیشرفت ها در روند خروج نیروهای حمایت قاطع از افغانستان صحبت نموده و از تداوم حمایت امریکا از نیروهای دفاعی و امنیتی و روند مذاکرات صلح افغانستان به آقای ادمر اطمینان داد. آقای ویلسن همچنان با اشاره به موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان افغانستان و امریکا از تداوم همکاری های آن کشور برای توسعه سکتور امنیتی افغانستان
به ویژه تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل صحبت نمود. شارژ دافیر سفارت ایالات متحده همچنان نقل دعوتنامه آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا را عنوان وزیر امور خارجه کشور جهت اشتراک در اجلاس وزرای خارجه ائتلاف جهانی مبارزه با داعش که قرار است ماه آینده در ایتالیا برگزار گردد به آقای اتمر تقدیم نمود. وزیر امور خارجه ضمن ابراز قدردانی از طرح برگزاری این کنفرانس پیرامون اهمیت کنفرانس ائتلاف جهانی برای مبارزه علیه داعش و تامین صلح ثبات و رفاه افغانستان منطقه و فرا منطقه به تفصیل صحبت کردند. با نقل از فیسبوک رسمی فواد امان، برای دومین بار به کرونا مبتلا شدم. بی‌حالی، کسالت و درد شدید سراسر وجودم را فرا گرفته است. عفونیت دفعه دوم شدیدتر و خطرناکتر و علائمش زیاد آزاردهنده‌تر از بار نخست است. همه ایمان باید بیشتر از پیش توصیه ها و مراقبت های بهداشتی را رعایت نماییم و برای جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا و به خاطر صحت و سلامتی ایمان احتیاط و توجه بیشتر به خرج دهیم. خداوند همه بیماران را شفای عاجل عطا فرماید. آمین. کشته شدن 60 جنگجوی طالب تا یک شبانه روز گذشته. در عملیات نیروهای ارتش در 11 ولایت کشور 60 تن از جنگجویان طالب کشته و 34 تن دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، وزارت دفاع ملی امروز سه شنبه 11 جوز اعلام کرده که در شبانه روز گذشته در درگیری ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی 60 نفر طالب کشته شدند. این وزارت همچنین گفته که در این مدت 34 تن از این جنگجویان طالبان زخمی و مقدار زیاد سلاح و مهماتشان هم تخریب شده است. وزارت دفاع ملی میگوید که این جنگجویان طالبان در ولایت‌های لغمان، غزنی، پکتیا، قندهار، زاول، هرات، فاریاب، جوزجان، هلمند، قندوز و بغلان کشته و زخمی شدند. از سوی هم این وزارت گفته که 69 ماین مختلف نو که توسط طالبان در نقاط مختلف کشور جهت هدف قرار دادن افراد ملکی و نیروهای امنیتی جابجا شده بود کشف و خونسا شد. تعداد از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت امروز به دوحه می روند. شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد مذاکرات صلح از کابل به دوحه می روند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رسانه ها گفت که شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان کابل را به مقصد دوحه پایتخت قطر ترک کردند.